دوباره ایران، یاشاسین ایران، ایجی ایران. ما مخالف تحریمی، ما مخالف حصر ایرانی، ما راه من را انتخاب کردیم، راه ما آزادی. دوباره برکن شنای توفان، دوباره سرکن ساغر جان. یا شاسین ایران، ایجی ایران. ما مخالف تحریمی، ما مخالف حصر ایرانی، با سلام. با عرض پوزش بابت کیفیت ویدیو که کیفیت خوبی نداره، بر صورت به بزرگی خودتون ببخشید. همونطور که میدونید این دیگه این ویدیو رو من دارم پخش میکنم، این چند هفته هستش، 6 هفته هستش که کمپینگ چهارشنبه سفید آغاز شده تو ایران. این کمپینگ به این شکل هستش که مردم با یه المان سفید وارد خیابون میشن، بعضی ها از خودشون فیلم میگیرن، این فیلم ها رو میفرستن برای صفحاتی که توی فیسبوک هستن. آزادی های یواشکی دیگه اصلی ترین صفحه هستش که از این کمپینگ داره حمایت میکنه. ما هم همینطور، ما هم یه المان کوچکی هستیم که مردم ایران رو تنها نمیگذاریم و سعی میکنیم که توی این در واقع حرکت مدنی یک نقش موثر داشته باشیم و شما هم میتونید توی این حرکت مدنی شرکت بکنید. و اگر در خارج از ایران هستید، شما میتونید در واقع با تبلیغ برای این کمپینگ و توضیح این کمپینگ به دوستانتون، حالا چه در خارج از ایران هستن که اونها همینطور ادامه بدن، چه در داخل ایران هستن، حالا اونها محدودیت دارن از نظر اینترنتی نمیتونن خیلی فعالیت بکنن، بهشون بگید که این کمپینگ وجود داره. این کمپینگی که مردم هنوز هر روز دارن بهش ملحق میشن و عده زیادی از مردم به این کمپینگ ملحق شدن و در این 6 هفته ویدیوهای بسیاری رو برای صفحه آزادی و یواشکی فرستادن. خب یه سریاش انتخاب شده و از این انتخاب شده های سریاش پخش شده، خیلی هاش هم پخش نشده. اگه همین امروز هم کمپینگ شاید تمام بشه، به نظر من خیلی ویدیوهای دیگه هستش که میتونن آپلود بکنن، حالا اون به خودشون مربوطه. ولی مردم شرکت میکنن، خانم‌ها با یه شال سفید میان، از خودشون ویدیو میگیرن و این ویدیوها رو میفرستن. بعضی اصلا با شال سفید میان، ویدیوهایی هم نمیگیرن، فقط تو خیابون حضور دارن. خب اونجوری هم میشه. آقایون چند تاشون با لباس سفید حاضر شدن، همه توی محل کارشون عکس انداختن. خب اینو ما اینو دیدیمش. خیلی از مردها خب با لباس سفید میان توی خیابون تا از خانم‌ها حمایت بکنن. این واقعا کار شرافتمندانه‌ایه و در واقع خیلی کار خوبیه. بالاخره آقایون بفهمن که آقایون هم باید از حقوق خانم‌ها دفاع بکنن. بالاخره خانم‌ها اینجوری نیستش که ضعیف هستن، ما امیدمون به خانم‌هاست. ولیکن خب آقایون هم باید حمایت بکنن. بالاخره همیشه توی تاریخ کشور ایران، بالاخره همیشه سرپرست خانواده مرد بوده معمولاً، و اینکه معمولا مرد بوده که بار مشکلات رو به دوش میکشیده. حالا تا این چند سالی که آقایون جمهوری اسلامی اومدن بالای سر مردم و باعث شدن یه جوری بشه که همه باید کار کنن، حتی بچه ها هم باید کار کنن و هیچ کس هم بنزین کافی نداره که بخوره، اونم توی کشوری که واقعا روی منابع طبیعی بسیاری خوابیده و پولای هنگفتی رو میدن به کسانی که واقعا کار نمیکنن و هیچ در واقع برای مردم مزاحمت ایجاد میکنن. یکیش همین گشت ارشاده، واقعا اینا پول میگیرن که فقط برن برای مردم مزاحمت ایجاد بکنن دیگه، کار دیگه که نمیکنن که، به غیر از ایجاد تنش، به غیر از ایجاد ایراد و مسئله توی جامعه، کار دیگه ای که انجام نمیدن که اینا. به هر صورت ما نباید فقط آقای روحانی رو فالو کنیم، ما باید کمپینگ های خودمون داشته باشیم. کمپینگ در واقع چهارشنبه های سفید هم یکی از این کمپینگ هاست که ما باید فالو بکنیم و باید حتما روی این کمپینگ کار بشه. مردم باید
بهش بپیوندن. یک چیز دیگه هم که این هفته من گفتم، مسئله ندا آقا سلطان، من فراموش نمی کنم و انقدر میگمش تا این اتفاق بیفته، که اصلا خیابون امیرآباد تهران رو تغییر بدیم به خیابون ندا آقا سلطان، به خاطر اینکه محل شهادتش بوده و حق داره بالاخره که این خیابون به اسمش تغییر نام بده. من این چهارشنبه با همسرم همراه شدم برای اینکه ما نیاز داریم به حمایت آقایون. سالیان ساله بین زنها و مردهای ایرانی دیوار کشیدن و گفتن بی‌حجابی خانوم‌ها نشانه بی‌غیرتی مردهاست. یعنی مردها تو تمام دنیا غیرت ندارن، بی‌غیرتی اونجایی اتفاق میفته که میان خانوم‌ها رو با زور و کتک سوار معنی گشت ارشاد میکنن و شو پرونده سازی میکنن و شما آقای ایرانی میبینی و سکوت میکنی. با حضور در کنار خانوم های جامعه و اعضای خانوادتون که خانومن به حجاب اجباری نبگید و در کمپین چهارشنبه سفید شرکت کنید و به دنیا قانونگذاران این رو نشون بدین که مردهای ایرانی سوسونسور نیستن که با دیدن موی زن هموطنشون تحریک بشن. شاید قانون حجاب اجباری به این راحتی ها برداشته نشه، اما حداقل اینه که آقایون با حضورشون این دید بد رو از روی خودشون برمیدارن و این فرهنگ غلط رو بهش نمیدن. من هم این هفته به چهارشنبه های سفید پیوستم تا ثابت کنیم که حجاب اجباری هیچ ربطی به مردای ایرانی نداره. یعنی این مردا نیستن که حجاب اجباری رو میپسندن و اون رو تایید میکنن. ما باید به مردان و پسران آموزش بدیم که به حقوق هموطنشون، حالا چه زن چه دختر، هر کسی تعرض نکنه و این امنیت رو به زنانمون، به زنای سرزمینمون بدیم که با هر پوششی که دلخواه اون هست، یعنی هر پوششی که میخواد چه با حجاب چه بی حجاب، میتونن تو جامعه حضور پیدا کنن. حجاب اجباری فرهنگ زوره و زور فرهنگ ایرانی نیست.